به نام خداوند مهربان. بینندگان عزیز، خوش هستیم که باز هم به خدمت شما قرار داریم. امشب سه‌شنبه و برنامه جان زن به صورت لایف یا جریان دار خدمت شما تقدیم می شود. اولتر از همه سال نو به تمام افغانان عزیز ما در هر کجایی که زندگی می کنند از صمیم قلب تبریک می گوییم. خداوند سال پربرکت با صحت و سلامت را به تمام جهانیان و بر افغانان عزیز ما عطا کنند. امشب شما برنامه که می بینین فردا می تونین این برنامه را به ساعت 12 ظهر یعنی چهارشنبه از کانال تلویزیونی نور با وقت کالیفرنیا یا پاسیفیک استاندارد تایم دوباره مشاهده کنید. در هفته گذشته ما بر شما اعلان کردیم که ما امشب یک خبرنگار معروف با خود داریم که ایشان راجع به هنرهای زنان افغان در افغانستان با ما صحبت میکنن و معلومات میدن که این جورنالیست، خبرنگار، نویسنده کسی نیست بلکه خانم فریبا نوا. خانم فریبا نوا یک چهره شناخته شده است در بین جامعه افغانی و همچنان در تمام دنیا. اول ما میریم که یک سوانه مختصری از خانم نوا را بشنویم، بعدا ما یک پروگرام تقریبا اختصاصی داریم راجع به هنرمندان یا آرتیستای خانمای افغان در افغانستان که در اخیر برنامه تلفنم میگیریم. خوب فرزانه جان، با سلام خدمت شما بینندگان نهایت گرامی، امیدوار هستم که هفته خوب و خوشی سپری کرده باشین. ما هم به نوبه خود فرارسیدن سال 1392 هجری شمسی را که امشب می باشه برای شما بینندگان نهایت گرامی تبریک میگم و از خداوند یک سال بسیار خوب و خوش بر افغانای عزیز خارج از کشور و بر افغانای عزیز ما در داخل افغانستان آرزومند هستم. خب آل میرم یک سوانه مختصر خانم نوا را برای شما ارائه میکنم. خانم فریبا نوا برنده جایزه افغان امریکن جورنالیزم که یک بخش وسیع از وظیفه‌اش را احاطه میکند میباشند. ایشان تخصص در قسمت مهاجرین و کمیونیتی مسلمانان در امریکا و خارج از آن را دارند. فریبا نوا در بیریای سان فرانسیسکو زندگی می کنند و سفرهای متعدد در ارتباط با وظیفه ایشان به شرق میانه و جنوب آسیا داشتند. ایشان در بین سالهای 2002 تا 2007 در افغانستان زندگی می کردند و راپورتاژ تهیه شده خود را از حمله امریکا بالای القاعده و طالبان از طریق رسانه های معتبر می فرستادند. فریبا نوا همچنان از عراق، پاکستان، ایران، مصر و جرمنی راپورت تهیه می کردند و در دسترس رسانه ها می گذاشتند. فریبا نوا ماستری خود را در قسمت شرق میانه و جورنالیزم از فاکولته های نامدار و دست آورده. کارهای فریبا نوا در رسانه ها و مجلات سرشناس دنیا به نشر و به دسترس مردم می باشد. و همچنان ایشان در چنل های مختلف تلویزیون و رادیو مصاحبه هایی داشتند به شمول NPR، National Public Radio و همچنان نویسنده کتاب های مثل افغانستان انگ، Under the Drones، Modern Life in Afghanistan، پاکستان بوردرلند که در جریده هاروارد یونیورسیتی در ماه می 2012 به چاپ رسید. آخرین کتاب های فریبا نوا به نام اوپیوم نیشن یا سرزمین تریاک، چایلد برایتس، درگ لوردز و همچنان وان وومنز جورنی ترو افغانستان می باشد که یادداشت ها و خاطرات فریبا نوا راجع به قاچاق مواد مخدر در افغانستان است. خوب حالا میریم که خانم نوا را خوش آمدید بگوییم. بله ما خوش هستیم. خوب فریبا جان خوش آمدین به برنامه جهان زن. چهره شما یک چهره معروف است. شما دفعه دوم است که مهمان برنامه جهان زن هستین. ما بسیار خوشحال هستیم و ما سوالات داریم و ما میفهمیم که شما بسیار موضوع جالب دارین که میخواین امروی بیننده های تلویزیون نور و مخصوصا جهان زن در میان بگذارین.
خوب اول میگذاریم که شما سخن با بیننده های جان زن بگوین و بعد از او ما سوالات خود شروع میکنیم. تشکر میدیا جان، تشکر فرزانه جان از دعوتتان، بسیار تشکر از شما که دعوت ما را قبول کردید. دوباره آمدم در برنامه ایتان، دفعه قبلی خوش گذشت و برای بینندگان سال نو تبریک میگم. سال با صلح باشد در افغانستان و برای افغانایی که در خارج زندگی میکنن. و البته ما آمین میگوییم برای دعایی که شما کردین با صلح و صفا و امنیت در تمام دنیا. خب سوال اول ما شروع میکنم. فریبا جان، شما ما وقتی که با شما صحبت کردم میخواستم که ما اینجا هنرمندا رو میخواییم که معرفی کنیم. گفتیم هنرمندای خانمای افغان که امروز در افغانستان است صدایشان شنیده نمیشه، یعنی تقریبا ناشناخته هستند در دنیای هنر و آرتیستی. ما میخواییم که اونا رو معرفی کنیم، چون در جهان غرب زود انسان شهرت میگیره اگر کار مثبت کنه و اگر کار منفی کنه، مگر در افغانستان صدا شاید به او آسانی و به سهولت نتونه به گوشا برسه. چه چیز باعث شد که شما خواستین که به اصطلاح اما آمی و یا پشتیبان یا بازگو یا جورنالیسم یا جورنالیست خانمای افغان در افغانستان باشید؟ ما مسئله هنر همیشه بر من یک مسئله جالب است، به خاطر راه بیان است، مثل نویسندگی کاری که خودم میکنم. خودتان میدیا جان امروز تماس گرفتین و گفتین که مسئله بر شما هم جالب است، میخواستین یک برنامه جور کنین. قبل از این پروگرام امروز یک مؤسسه که برای خانمای افغان است اینجا ما خودتان شرکت کردین در دانشگاه سنوز استیت، تقریبا 75 نفر آمده بود، اتاق پر بود، بسیار امریکایی بودند که کنجکاو بودند راجع به موضوع. برایشان یک پاورپوینت پریزنتیشن نشان دادیم راجع به زنای افغان. وقتی که شما برای من این رو مطرح کردین زیادتر علاقه من شدم. منتها یک موضوع شخصی خودم هم است که نواسه کاکای مادرم، دوست صمیمی رویا حمید، یک خانمی بود که بسیار دوستش داشتم و بسیار برای من صمیمی بود. هنرمند بود، این نقاش بود و در سر کارش آوردیم، میخواییم امو گلدانم نشان بتم اگر شود. به ایراد در وقتی که نمیتونست درس بخونه وقت طالبا نقاشی میکرد و در فاکولته طب قبول شد، اما تصمیم گرفت که من میخواییم که نمی شوق خود تعقیب کنم ایواز طب، بیا که هنرهای زیبا را بخوانم. وقتی که طالبا رفتن این پس در فاکولته داخل شد و اینمو کار خود ادامه داد و او وقتی بود که من افغانستان میرفتم و طریقات کتاب و خبرنگاری را میکردم. در خانه از یا بودم اکثر وقت ایراد، یک باغ کلان داشتن در مرکز شهر خانه داشتن و هر دفعه که من از خبرنگاری میامدم پیش رویا، رویا شیشته بود، کار خانگی خود میکرد و یا نقاشی میکرد روغن روی تکه یا روی شیشه آبی که در ایراد در دست خود جور میکنن روی از او نقاشی میکرد. بسیار کارش برای من ارزش داشت، چون برای از او هم یک رای بیان بود، یک رای مبارز بود که زن در افغانستان نمیتونین بندی نگاه کنین. متاسفانه که رویا یک سال پیش حامله بود، با 7 ماهگیش دیگه نتونست همراه ما باشه. خدا بیامرزه، خداوند رویش شاد داشته باشه. هنر همیشه زنده است، هنرش زنده است و من اینمو خاطر یک علت که امشب اومدم راجع به این موضوع گپ زنم به خاطر رویاست و روی شاد باشه هر جا که هست. این به افتخار رویاست و من یک دمی پرزنتیشن یا می برنامه که درست کردم امروز عکسایش هست و عکسای کارش هم می باشه. ما البته می خواهیم که عکسای کار و عکس خود رویا که یک هنرمند هیچ وقت نمی میره، هنرمند همیشه زنده است و همیشه همراه ما خواهد بود. خوب شما میخواین که بعض عکسای از من فعلا یک فیلم انتخاب کردم که خود از طرف ناتو ساخته شده در افغانستان، فعلا یک حرکت هنری است و یعنی جنبش است و این جنبش تنها بین خانم‌ها نیست، البته مردم دهی سهم گرفتن. مرکز هنری معاصر است. بله. کار رویا مثلا تا کار زی خانمایی که حال مصروف هستن فرق داره، چون که رویا
به چیزهای زیبا زیادتر تمرکز میکرد. هنر سنتی ما که است یک منظره میکشیم یا یک سیاسی نیست. در هرات مثلا مکتب بیزاد است که میناتوری میکشن. بله. چرا زیاد هنرمندای در هرات هم هستن که چیزای سیاسی آله نقاشی میکنن؟ منتها در کابل آله من چیزی که دیدم و بسیار مطبوعات امریکا و مطبوعات جهانی را پوشش کردن و گفتن امانه، چون برای ازیا بسیار جالب است که زنها را میبینن اقدر با جرأت هستن که میرن در سرکای کابل گرافیتی. گرافیتی در برافونای یک کلمه نو است و ما میگیم چرا دیوالا را خط خط میکنی، اما اینجا یک هنر هستی. بله. و خانوما میرن اسپری را میگیرن در دیوالا امو چیزی که در خیالشان است، در ابتکارشان است، این امو را در دیوالا میکشن و بعضی عکسایی که خانوما کشیدن و بعضی کارهایی که کردن امشب میبینیم. اول میخوایم این فیلم است که خود ناتو ساخته در هنر مرکزی افغانستان. هنر نام فارسی شان شاید درست نگیرم، contemporary art center میگن، یعنی آرت یا هنر امروزی، contemporary یعنی امروزی. یکی کلاسیک است، یکی امروزی. خانوما گپ زدن و این خودتان ببینین در انگلیسی رویش در انگلیسی است، منتها خود خانوما در فارسی گپ میزنن. بسیار خوب است. ویدیوی وان اگه نشان بتین لطفا. The first video please. Here at the all-female Center for Contemporary Arts Afghanistan, young women learn to mix colors, while more experienced artists express themselves through the medium of paint, sculpture, photography, and video. I never seen an artist to pick a gun and to fight with somebody, because they have their art. Always they are talking through their art. If they are making suggestion, if they are making objection, if they are making a positive answer. Much visual art was banned. It can have an even more dramatic impact. خوشتر یعنی بیشتر خوش دارم که به می شکل کار کنم، چون می تونم احساسات خود از طریق هنر معاصر به وجه خوبترش بیان کنم. Here at the all-female Center for Contemporary Arts Afghanistan, young women learn to mix colors, while more experienced artists express themselves through the medium of paint, sculpture, photography, and video. I never seen an artist to take gun and to fight with somebody, because they have their art. Always they are talking through their art. If they are making suggestion, if they are making objection, if they are making a positive answer. Dr. Omar Zad, himself an artist, is trying to move away from the traditional methods of teaching art in Afghanistan, where copying from existing pieces or rigid realism was the only appreciated form. We established the Center for Contemporary Arts to break this circle of repetition, to bring some variety of expression, variety of style, schools, and to have more individual artists in our society. One of the most individualistic forms to emerge from the center is video art, all conceived, filmed, and edited by the artists. Sara Nabil's Mirage shows a woman staring at a wall full of flags, a common sight in an Afghan graveyard, which then burn overnight. In the morning, the woman sits back at the wall. مشکلات زن و آرزوهای دست نیافته زن را نشان میده او فیلم. یعنی ما خواستیم که مشکلات و آرزوهایی که به او نتونستن دست بیافتن و باز هم به او مشکلات دست پنجه نرم میکنن، خواستیم دو فیلم نشان بده. In Fria Ghazal Yousafzai's Mirror of Heart, a woman uncovers a mirror buried in the soil and marvels at her reflection.
As I walk around the center, what strikes me is the incredible diversity of styles, although contemporary art as a concept is really only a decade old in Afghanistan. But apart from the vibrancy and individualism of these women's works, what I can't help seeing again and again as a theme is the search for Afghan female identity and also the reflection of suffering in 30 years of war. اثر را که ما کار کردیم البته این بیانگری است که خانمایی که اکتفا به خود نیستن همیشه دیگرها به اونها کمک کردن که بعد از نبود از اونها اینا صرف زنده هستن زندگی نمیکنن. Around 70% of the art produced only deals with women's issues, says Dr. Omarzad. But he understands that for many, art is an important form of therapy. Our students, our artists, is the only possibility, the only chance that they can express themselves. And they are more emphasizing to reflect the woman life in Afghanistan. But there's also a higher purpose, which Dr. Omarzad calls the reconstruction of culture, no less damaged after decades of war than roads and buildings. For the center's artists, that means they also hope that their work will inspire others and maybe even change attitudes. به این معنا که وقتی که بیننده میبینه و به او احساس که رخ میده باید به یک مفکوری دیگه از نمایشگاه ما خارج شود. یعنی به مفکوری قبلی که میاید وقتی که طرحها را میبینه طبعا به او یک احساس رخ میده و او میتونه که وقتی که چی شود خودشان هم احساس برشان رخ میده. This is Ruth Owen in Afghanistan for the NATO channel. Contemporary art can be سوال برانگیز بود. اولی که یک رسمه که در اول نشان داد که نشان داد یک تعداد زنایی هستند که دهنایشان باز است. مثلا یک گروپ زنایی که دهنایشان باز است که خود یعنی خودش امون نشان میتنی مدتی که اینا آدمی حقارت بودن یا آدمی که آوازایشان همیشه خفه بود اینا خواستن که به مو شکل وقتی که رسمی که اینا میکشن امو آلت تبارز بتن و در یک جای دیگه در یک رسم بود که یک زن بود با چادر همه چیز اما دهن نداشت که همیشه اینا خاموش هستن یا حرفایشان همیشه یا شنیدن همیشه یا همیشه سرکوب شدن واقعا بسیار زیبا بود واقعا زیبا بود بسیار پرحساس پر احساس است فکر میکنم از چیزی که خودم دیدم این خانم های هستن که هیچ ترس ندارن و هیچ سرحد ندارن سرحدشان تخیلشان است و تخیل اجازه نمیتن که سانسور کنن اینمی یک جای هنر واقعی اینمی میباشه و فعلا هنوز کسی اینا را از طرف دولت خود نتانستن سانسور کنن اما طرف مخالفین دولت و مخالفین زن چرا؟ ای خانم‌ها بسیار تحت فشار هستن خصوصا اونایی که میرن در سرکا گرافیتی میکشن هنر که سانسور شده دیگه هنر نمیشه هنر نمیشه هنر نمیشه و یا نه از سیاست میترسن نه هم از اینکه نظر خود بگوین و اکثر چیزهایی که میبینیم امی مفهومش ایست که زن بندیست نه صدا داره و نه حق داره و ما اینه برتان میخواییم نشان بده نشان دادن از یا رای مبارزه ایشان است. ای هنرمندان یا واضح تر بگویم ای زنها و دخترهای آرتست اینا کی هستن؟ اگر شما اینا را به بینندگان عزیز یکی خود رویا جان بود رویا است میایه نوبت از او اول میخواستم اگر امو سلاید اول نشان بتین اول میخواستم که حنیفه جان علیزاده را معرفی کنم حنیفه جان علیزاده خانمی هستند که در پاکستان درس خوندن و ایران کلان شدن از ولایت غزنی هستند و اینا برنده یک جایزه شدن برای می عکسی که دیدین به نام فاصله بین ما the distance between us و بخیر میان امریکا که نمایشگاه دارن دمی چند ماهی نزدیکا منطقه در این کالیفرنیا نمیان در دی سی و نیویورک بخیرم در طرف امریکا میرن و این عکسشان خودشان یک چیزی میخواستن بگوین یک غلط فهمی شد بین ما گفتم در فارسی روان کنین چون ما امروز هم پروگرام انگلیسی داشتیم هم پروگرام فارسی حنیفه جان فعلا در کابل هستن اینا بر ما پیغام خدا ما گفتم که این فاصله بین ما این بانک جهانی برشان یکی از برندای
پروگرام بانک جانی سی نمایشگاه است که سفر میکنه تا بال لاهور و بنگلادش و چندین مملکت رفتن کار خود سیار نشان دادن و بالاخره آمریکا میاین. ما گفتم شما برای ما تشریح بتین که چی مانا میته، چرا ایره عکاس هستن، عکاس هنری هستن. انیفه جان خودشان یک ویدیو کلیپ روان کردن از کابل برای بینندگان، البته انگلیسی است خب ما میتونیم ترجمه کنین اگه ضرورت باشه. اگه مو ویدیو کلیپ دوم بانین لطفا. For giving me your time to talk about my artworks. The distance between us, if I talk about it briefly, there are three main important points behind this work. One, this is about a question that I could never ask when I was a child, and the question that I have today is the same question. Second, it's a part of my series of artworks called I'm the Girl Who Has Learned. This is also about the gender issues, ethnic issues, political issues, when they become the main reasons for us and the main reasons for having distances, for having issues and not being able to communicate the way comfortably. And when they become the reasons for us and convey this message to some of the people not to see us and convey this message to us not to see the others. And to the, overall about not having communication with the people who are around you. Thank you. واقعا ویدیو کلیپ جالب بود. مثلا شما فکر میکنم پس گفتار از اونا را میگن، اما چقدر اینا زیبا انگلیسی صحبت میکردن. یک دختر خانم جوانی که در افغانستان بزرگ شدن و اصلا اینا در خارج نامدن، چقدر اینا زیبا صحبت میکردن. واقعا ما میبینیم واقعا با نظر نگاه کردن میبینه چقدر با استعداد هستن اینا. واقعا این خانم ها هستن که کلگ انگلیسی یاد دارن، انگلیسی تنها یاد ندارن، اردو، فارسی، هر کدومشون سه چهار زبان دارن. هنرمند هستن، هنرمندا همیشه استعداد هنرمندان هستن و یا اینا ارزش تحصیل و درس هم میفهمن. در یک حالت تیر کردن که میفهمن یاد گرفتن و آموزش چقدر برشان مهم است. احتیاج است. احتیاج وقتی که باش انسان همه چیز یاد میگیره. شما میخواین که یک چند کلمه از این من ترجمه از این را برای کسانی که نفهمیدن نمیفهمن انگلیسی را میخواستم بگم که عکس اهمیت از یکس چیز، چرا یکس این فاصله بین ما مفهومش، یعنی فجان میخواستن که راجع به زندگی خود در ایران یک اینمی عکس گرفتن که نشان بده که چقدر جامعه با افغانا مخالف است. بله. و یک سوال بوده که چه پرسان نمیکردن که چرا قد تبعیض سلای ما، من یک زن افغان هستم، ما قدر با شما فرق ندارم، یک انسان هستم. بله. بنان خلاصه گپ خودشان هم میگم و اکثر کارشان سر موضوع است و سر عزیز که چرا ما زنا مثلا دو عکس دیگه داشتن که مناسب نبود فکر کنم اینجا نشان بتین، بسیار انقلابی بود. بله. و یک عکس ها راجبی بود که چرا ما باید به حیث زن یک محرم داشته باشم، یک حتی یک طفل خرد که بچه باشه ما همراه از او باید باشم که سفر کنم، چرا خودم تنها نتونم سفر کنم. این همی قیوداد که علی زن است. این سوالات بسیار منطقی است برای یک بله. انسان در یک جامعه، یک انسان آزاد که خلق میشه واقعا. بله. دیگه حنیفه جان اولین هنرمند بود که من در پروسه داشتم، دیگه بعد از او خانمای دیگه هستن، منتها اگر بریک با یک بریک کوتاه میریم و بعدا بر میگردیم، چون موضوع قدر جالب داغ است. خودم سراپا گوش هستم، باور کنین فریبا جان که من نمیفهم چه قسم زن افغان ما تعریف کنم، کسانی که خود را رساندن و کسانی که به اصطلاح می جنگن به خاطر آزادی خود خوب و آزادی افکار خود. خوب حالا ما میریم به یک بریک تجارتی کوتاه و دوباره برمیگردیم. میمان ما خانم فریبا نوا هستند که باز هم صحبت میکنیم. درست است؟ تشکر.